با یه دولتی ما در سرکوش بودیشون که در ماها حواسمون هست، ما دنبال آزادی اینترنت، ولی اینترنت رو بستن دیگه. اساس مطلب هم همین بود، من گفتم دو مرحله میدنم، یک همون ایده ای بود که مطرح شد با اسم ابتدال شهر و دیستازی شهر یا هر چیز دیگری که بگید، یعنی هر جایی که تحمل پذیر دارد، هر جایی که عادی کرد، هر جایی که حساسیت رو دایی کرد، هر جایی که زیباسازی کردن، هر جایی که مدارا پذیر کردن اون نادرستی ها رو. اون مسئله زد من گرچه معتقدم اصلا ایده اصلاح طلبی کلن توی ایران چیز بنام اصلاح طلبی نبود، ایده تحمل پذیر کردن شر بود و هر جایی که اینا خواستن این چیزی رو تحمل پذیر بکنن، جرات مثلا چهار تا زیباسازی کردن، چهار تا مثلا کاشی کاشتن اون بالای سرشون که مثلا اون صحنه حوض و خون رو مثلا تمیز نشون بدن. این نمیشه، این ایده همین بود. برای همین ما هر وقت داریم به مسئله اینترنت کردن در واقع به مسئله پروپاگاندا هم میپردازیم. بعضی زیباسازی و آتسازیش برمیگرده به اینکه ما هر جا الان بعضی پروپاگاندا رو میبینیم، بعضی آتسازی جنرات رو میبینیم، ناخودآگاه نیروهایی هستند که وابسته به اصلاح طلبان، ناخودآگاه کسایی هستند که بخشی از اونها خیلی جست در واقع موجهی دارن، آدم های تحصیل کرده ای هستن، بهترین دانشگاه و در واقع شهرهای دنیا دارن زندگی میکنن، ولی کارشون اینه که شرایط وخیم ایران رو، شرایط اسفناک مردم ایران رو به شکلی به جهان عادی نشون بدن، به شکلی به جهان بگن که ما توی چیزی به نام حجاب اجباری مثلا توی ایران نداریم، زنا خودشون انتخاب کردن که روسری سر کنن، بخشی از فرهنگ مردم ایرانه، ما چیزی به نام اعدام به اون صورت توی ایران نداریم، شلاق نداریم، جنایت اتفاق نمیفته، اگر مردم توی خیابون سرکوب میشن گلوله میخورن به خاطر اینه که عراضل او باشن، به خاطر اینه که اینها در واقع شورش میکنن علیه حکومت، شورشی که میان توجیهش هم میکنن با اینکه مثلا اگر تو فرانسه هم چنین اتفاقی بیفته دولت میاد چنین اختیاری داره که در واقع شورشه رو سرکوب کنه. حالا این که اصلا این دوتا جامعه، این دوتا ساختار دولت و ملت، این دوتا ساختار حکومت دوتا مقوله کاملا متفاوتن، این اصلا یه بحث جداییه، ولی بحث سر اینه که اینها تمام اینها رو عادی نشون میدن با کاشی های رنگی، با روسری های رنگی، با اینکه واژه ها رو زیبا میکنن و هر عنوانی، هر واژه‌ای، هر جمله‌ای رو به ابتذال میکشونن تا در نهایت این سیستم سرکوب رو، این حکومت تمامیت خواه رو یک حکومت عادی به یک حکومت نرمال نشون بده. آره این کاش این نظام ذهنیه رو اینا یه بار با خودشون چالش کنن. من یه عده‌شون که واقعا بعید می‌دونم منطقه نباشن از این سیستم، اونها رو بذاریم کنار، ما وقتشون شاید متوجه نیستن به عده‌شون، به تحولات جامعه رو حواسشون نیست بهش. گاه بعد یه وقتا ما چند تا مسئله رو گفتیم که اصلا اینا قاعدش همینه، اصلا وقتی ما این پروپاگاندا از فکر کنم خب پروپاگاندا یعنی یه شرارتی اونجا هست همه نگاه کنن شرارت رو میبینن، نه پروپاگاندا یعنی که 10 تا کار درست انجام میدی یه نادرستی رو وسط اینا را بندازی یا بتونی کارا رو انجام بدی، یا یعنی که قاعده و استثناء رو هی به هم میزنن. یعنی اصلا بعضی از این قواعدی که تو زبان اینها هست، ادبیاتی که اینها دارن، ادبیات هم شرارت هست که مثلا ما میگیم که با تحمل پذیر کردن شر مثلا اصل ماجراست. من این فکر میکنم مثلا اگه بگه یک اپسیلون اگه تغییر بکنه، اگه یک نفر هم اینجا مثلا شرایطش بهتر بشه، مثلا فکر کنه این ادبیات، ادبیات مثبتی مثلا جامعه باید براش خوب راه بشه، در صورتی که ما میگیم اتفاق نه، اگه مثلا تو روزنامه دو تا مطلب خوب نوشته میشه کنار دو تا مطلب بعد، این مثلا بحث پیش بردن پروپاگاندا. اون اپسیلونی که تو میگه اگه یک اپسیلونی درست بشه ما اسمش میذاریم تحمل پذیر کردنش، اونی که تو مثلا میگی یه نفرم اینجا، ما میگیم اتفاقا اون یه نفره قاعده همون بازیه که یه استثنایی رو بیرون بیاره ولی که قاعده رو بپوشونه، یعنی یه دونه مجال میذاره که چهار نفر بی حجاب بیان بعدش پشت اون راحت تر بتونه حجاب رو سرکوب بکنه، پوشش آزاده زن هم رو سرکوب بکنه، اونجا یه اپسیلون میذاره یه عده تحمل بکنن، یعنی 10 درجه به جامعه فرق تحمیل میکنه و 2 درجه برمیگردونه جامعه میگه آها داشتیم خفه میشدید، نه اتفاقا این خفگیه رو شما واقعا دارید خفه میشید، اون کسی که اون 2 درجه رو آزاد کرد داره به شما القای نادرست میکنه، داره در واقع شما رو فریب میده که شما خفه نخواهید شد، در صورتی که وقتی برمیگردید از سطح بالاتری نگاه میکنید
می چقدر فاجعه رو سر شما آوار شده. مثلا بعد دستتون کرده جریان ورزشگاه ورود زنان ورزشگاه بود چند سال پیش تو دولت روحانی بود که بخشی از در واقع زنان وابسته به اصلاح طلبان، حالا که در واقع اصلاح طلبان این توهم رو ایجاد کرده بودن که شما این آزادی رو الان دارید که بتونید برید ورزشگاه، یه تعداد محدودی هم بلیط برای ورزشگاه که در واقع اونها هم بر اساس شناسایی از قبل تعیین شده اجازه ورود به ورزشگاه پیدا کردن. همین اسباب این شد که مثال نگار معتزلی و امثال نگار معتزلی تو دنیا جار زدن که این همه میگن زنان تو ایران محدودن نمیتونن برن ورزشگاه، نه میتونن برن. نگاه کنید بعد از اونم کلا در ورزشگاه رو تخته کردن، گفتن که الان دیگه تموم شد. حالا جالبیش اینجا بود اون کسایی که اون دوره تونستن وارد ورزشگاه بشن بعد از اینکه اون دولت مطبوع اصلاح طلبا در واقع از کار در کنار شد، یعنی کنار گذاشته شد، توی دولت رئیسی بر اساس نیاز حکومت، نه بر اساس چیزی که اینا میگن این تندروه کندروه، نه بر اساس نیاز حکومت این آدم هم پس داده شدن. دیگه حکومت نیازی نداشت که اون یاد گرفته دیگه اون ادبیات رو که من الان میگم من نیروی خودم رو دارم، اصلا نیازی به شما ندارم. همون 10 تا زن چادری که قراره برن اونجا بگم ما آزادی رو داریم، الان آدمای خودمون رو میفرستیم تو ورزشگاه، اصلا نیازی هم به حضور شما نیست. تو مثلا خبرنگار ایسنایی باش، الان نیاز نداریم به خبرنگار، چند تا با هم ترکیب میکنه. آره. هم زنه رفت تو ورزشگاه، هم زن چادری رفت، که زن چادری هم فوتبال دوسته، آره. شادی دوسته، نماد... مخم آره میزنه، مثلا همه چیزش با هم ترکیب شده، خیلی اتفاقه